با اجازه کی اومدین در خونه من؟ آقای قیاسی آروم باشید. میدونم الان بد موقع است، دیر وقته، ولی ما اومدیم براتون توضیح بدیم. توضیح چی؟ ببین خانوم، همه زورتو زدی آبروی منو ببری. اما حداقل پای کاری که کردی وایسا. شما با من صحبت. من با شما حرفی ندارم. اصلا کی هستی شما؟ برو که واسه خودت صحبت کن. باشه من حرف میزنم. آقای قیاسی، خانم ناصر اصلا در جریان هیچی نیستن. یه سوء تفاهم بوده، من اومدم براتون توضیح بدم دیگه. بیا خودت بگو دیگه. سلام قیاسی. سلام آقا، من به خدا اصلا قصد بدی نداشتم. یعنی من اشتباه کردم. اشتباه اصلا بهم گفت. آقا معذرت میخوام، ببخشید. من بیعقلی کردم. آقا شما که عاقلی، نامه اخراج این خانم امضا نکنید. تو از کجا میدونی نامه اخراج این خانم زده شده؟ نه من نمیدونم. من میگم آقا من میگم عجله نکنید. نامه اخراج این خانم رو زود امضا نکنید. عجله نکنید. شما یه چیزی فهمیدین. آقا چی فهمیدین؟ یه چیزی فهمیدین که این موقع شب به دست و پا افتادین اومدین اینجا. چی میدونی آقا؟ اصلا من رشتم حقوق از هک فردا صبح ستای تو میاد دفتر من. بابا با شما هم کار دارم حالا. مال کدوم دانشگاهی تو؟ شما علی رضا اصلا اولا مخالفه. برو برو علی رضا، من خدا بی خیال شین دیگه. سر رو ببر نه برای خودتون، من کم نمیشم. برو بنده به این راحتی ها بسته نمیشه. چه رفتی داره؟ خب شما گوش بدید، دودمان همتون به باد. تو خجالت نمیکشی؟ اون از اون اول که تهمت و افترا زدی، اینم از هک کردن سایت دانشگاه. تهمت و افترا چی؟ آقا اومده معذرت خواهی کنه. دانشگاه جای درس خوندن خانم، اما شما هر کسافت کاری کردی الا درس خوندن. دستتو بکش. نکن. امیر بیا بریم. امیر نخواستم آبروتو بریزم جلو زن و بچه‌ت، ولی مثل که خیلی پشتت محکمه. باشه فردا نامه اخراج دانشگاه رو بزن. من که میدونم قضیه چیه. امیر بیا. پسر جون برات گرون تموم میشه. حالا میبینی. خیلی بد میشه. بیا. برای چی همچیز گذاشت کف دستش؟ منو تو رو زانی کردم پس برای پای ما گیره. امیر دیوانه ای تو.